سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. ما امروز اومدیم کاسکو. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. سمانه هستم از HSTV. امروز همراه ما باشید، داریم میریم کاسکو برای یه سری خرید. اینجا حسین رو میبینید. سلام بچه‌ها، باز دوباره کارتم گم کردم. ایشون همون آقایی بود که میگفت که در لحظه زندگی میکنم و قصه هیچیو نمیخورم. الان داره هرس میخوره که دوباره ایناماشو گم کرده. اگه یادتون باشه تو کلیپ ایکس باکس هم گذاشته بود که کارتاشو گم کرده، توی بوم بنزین جا گذاشته. رسیدم فروشگاه، متوجه شدم که جنگ رفتم بنزین بزنم، کارتم گم کرده. الان هم هر جایی به ذهنش میرسید تماس گرفته ولی همچنان خبری نیست. شما نظری نداری؟ نه، فقط لوکیشن رو دارم دنبال میکنم بریم کاسکو. چیکار کنم دیگه، در لحظه باید زندگی کنی. در لحظه هم گم کنی. آره، در لحظه گم کنی، در لحظه هم زندگی کنی. اصلا خیلی خوب میشه این دوتا با هم. اینجا هم که به شدت ترافیک الان متاسفانه، ولی خب کارش نمیشه کرد. باید برم ریجستری و فقط تو این مسیری که دارم میرم پلیس جلومو نگیره. ما نگهش میداریم، اعمال قانون میکنیم و متوقعش میکنیم، میخوابونیم و مجازات. فردا فکر کنم با مترو باید برم سر کار، چون ریسکیه با ماشین برم، چون گواهی نامه ندارم. الان هم که اومدم بیرون واقعا کار احمقانه ای کردم اومدم. خجالت بکش، هر رو برو. فردا صبح باید برم، فردا صبح زود باید برم ریجستری یا هم پلیس محلوی دهی که تو ایران هست، برم اونجا و بگم آقا من گواهی نامه گم کردم و یکی دیگه برام صادر کنن. نمیدونم چقدر هزینه شه، فکر کنم یه 20 دلاری باید هزینهش باشه. بریم ببینیم چجوری میشه. هنوز نیومده، گواهی نامه همونم گم کردیم. حالا بریم کاسکو رو هم ببینیم، بهتون نشون بدیم. کاسکو یه فروشگاه خیلی بزرگه بچه ها، که من معتقدم اگه کاسکو بخوابه، یعنی اگه کاسکو تعطیل بشه، کلی از مارکت آمریکا و کانادا به خاک سیاه میشن. و چقدر از خانواده های پر جمعیت اذیت بشن، چون خیلی آره. الان میریم میبینی چقدر شلوغه. الان پنجشنبه است که ما داریم میریم سمت کاسکو، معمولا شنبه ها خیلی شلوغه کاسکو. میخوایم بریم ببینیم پنجشنبه هم شلوغ هست یا نه. فقط برای ورود به کاسکو شما باید حتما کارت ورودیشو داشته باشی، یعنی یه ممبرشیپ باید داشته باشی که حتما عضو باشی، چون در غیر این صورت نمیذارم وارد کاسکو بشی. اون هزینه اون کارت ممبرشی بشن فکر میکنم 120 دلاره که باید پرداخت کنی، که ما هنوز پرداخت نکردیم و با کارتای دوستمون داریم میریم داخلش. الان قرار گذاشتیم با یکی از دوستامون که با کارت اونا میخوایم بریم داخلش و برای خونه خرید کنیم. کلا کاسکو بچه‌ها فروشگاه مخصوص خانواده‌های بزرگه، مخصوص خانواده های کوچیک نیست. مثلا اونجا میری باید یه مثلا شل برداری از هر چیزی که میخوای، یا مثلا دستمال کاغذی میخوای باید یه باکس کاملشو برداری، نوشابه میخوای یه باکس کاملو باید برداری. برای همین ما با معمولا با دوستامونم میریم که با اینکه خانواده کم جمعیتیم، دو نفریم، ولی شیر میکنیم معمولا هر چی که میگیم. آره، ما یه چیزی میگیریم شیر میکنیم بین خودمون. مثلا 4-5 نفر میشیم، 4-5 تا خانواده، و خرید میکنیم و شیر میکنیم. من کم کم باید برم لاین عوض کنم بریم سمت چپ. بذار من شلوغی گوشه رو نشون بدم. آره، چقدر ترافیک امروز. امروز خیلی ترافیک داریم. خب اینم ترافیک مسیر، البته ترافیکش کمتر شد، اصلا قفل شده بود قبلش. همه دارم میرن کاسکو. فقط بچه ها دعا کنید کارت من پیدا بشه قبل فردا، چون من واقعا حوصله ریجستری اینطور چیزا رو ندارم، چون عذاب آور کار اداری اینجا.
بچه ها تمام مارکت آمریکا روی کاسکو نیست. خب ما فروشگاه بزرگی دیگه هم داریم مثل آیکیا و والمارت و سیوان فود و دیگه یکی دیگه سیف وی و اینطور چیزا، ولی کاسکو بزرگترینش. و شما وقتی وارد کاسکو میشید تازه لایف استایل کانادایی رو متوجه میشید که چقدر فرق میکنه لایف استایلشون با ماها، چون یه پیرمرد 80 ساله رو می‌بینی یه باکس نوشابه رو کنار زیر بغل ایستاده داره میاد بیرون، این خیلی جالبه برام. یه جور دیگه زندگی می‌کنن کلا، براشون یه جور دیگه زندگی تعریف شده. حالا ما هم اینجا منتظر دوستان می‌شیم که بیان و از کارتشون استفاده کنیم، و چون برای ورودش باید حتما کارت پاسپورت داشته باشیم. چه قسمتش هم مسکرات می‌فروشن متاسفانه یا خوشبختانه، بریم داخلش. ولی فکر کنم فیلم نهایت بیل گیتس داخلش. حالا بیا گلف. من از قدیم عاشق گلف بودم ولی امکانات رو نداشتم. نمیدونم چرا قفل چه در نمیدونم. چون شما نتونیم برداریم. شما برامه؟ آره. ولی اینجا پک ستاییش هم هست. اینجا برای گلف باز هست. اینه زده 56 دلار. 54. اینجا هم لوازم خونه رو میبینید. اینا سینک و توالت و همه چی اینجا هست. اینجا هم لامپ و پنل های LED و لوسترو. اینجا هم یه سری باربیکیو و دوباره لامپ های LED میبینین. اینجا هم از این لانترن هست. کلا اینجا قسمت لامپ هست تو شکل ها و اندازه های مختلف. چند میبینید؟
قایقای بادیه، قایقای مخصوصه فکر کنم کایاکینگ و رفتینگ اگه اشتباه نکنم. این چند نفره هست؟ اینجا هم باربیکیو میدید. باربیکیو نیستید؟ فره بزرگ. فره؟ فره فره ساندیویچی هستیم. من این ساندیویچی داریم. این هم یه مدل دیگه شه. این هم یه مدل دیگه شه میبینید. گریل های مختلف. این رو میزی هاشن. اینه این ها شارکول یا همون زغال فکر میکنم که مناسبه برای باربیکیو. و اینا ها کپسول هاست. قیمتش هم بخوام براتون بگیرم، یه رنج قیمتی از 1000 تا داره تا این یکی که گرانترینش نزدیک 2000 تا است. اینجا هم این آلاچیقا رو میبینین، فکر میکنم اینا برای فروش دیگه. و اینم یه ست سیتینگ فکر میکنم مناسب تراس و ویلا و اینها باشه. اینجا هم لابستر ها رو میبینیم و میگو. این هم ماهی هاست. این همه ماهی هست. این هم ماهی درسته است. این هم ماهی با قیمت های متفاوت بین 30 بسیارش بین 35 تا حدوداً 50-60 دلاره. خب این قسمت هم قسمت کوکی ها و کلم مواردی میشه که مربوط به نونوایی و ایناست. بسته‌بندی ها رو میبینیم با قیمتش. اینا هم بازمانه. اینا معمولا خیلی به صرف است بخواد بگیرید. یه سری هاش خودش دنت داره داخلش، یه سری هم که میتونیم پر کنیم، قیمتش به صرف است به نظر. اینجا هم انواع بسته‌بندی های نون رو میبینیم، توست و باگت و این ها. و اینجا هم کیک های مختلف با طعم مختلف. هر بسته‌بندیش رو زده 10 دلار. همینا رو همون کاکائوی های اون سال. اینا هم باز کیکه، کیک و دونات. بسته‌بندیش 8 دلاره. اون قسمت هم دارن، اون قسمت هم بیکری هست، بیکری کرکلند. و اون سمت هم که قسمت گوشته فکر میکنم اینجا خودشون میپزن و توضیح میکنن توی استور. و این کیک های خیلی خوشگل رو میبینید، کیک لیمویی، یعنی کیک لیمویی هر بسته بندیش 10 دلار. خب بریم که قسمت گوشتها رو داشته باشیم. گوشتهای چرخ کرده است. همونطور که میبینیم بسته های گوشت اینجا، گوشت بیف هست، 32 دلار این بسته بندی. یه بسته بندی 3 کیلو و 200 گرمی. اینا هم همینطور، اینا هم بیف هست، همینطور اینا با
خب اینجا هم همچنان که میبینی اینا دوم گاوه، اینا همه بیفن. اینا هم موسیقون دندن نسبت دنده از قیمتش هم خیلی بالاتره نسبت به بقیه گوشت ها. از 96 شروع میشه تا 135. اینا هم همینطور، ولی خب اینا قیمت های بالاش به خاطر وزن بالاش هم هست. مثلا این گوشت ها الان 6 کیلوه که زده 200 ها. اینا همه بسته‌بندی‌هاش فکر میکنن بیفن. اینجا هم دوباره دنده رو داریم، دنده بیفو که نه مقدار چون وزنش کمتره قیمتش مناسبتره. 15 دلار به ازای هر کیلوگرم. این هم دنده است و اینجا هم که داره بسته‌بندی میکنه مرغای پخته آماده رو، سرخ شده آماده رو. خب اینجا هم گوشت چرخ کرده بوقلمون رو میبینیم. و پک های مرغ کامل بسته بندی. یکی از علتهایی که حسین گفتش که برای خانواده یک نفر دو نفر خیلی اینجا زیاده همین هست، چون که بسته بندی رو میبینین تقریبا 3 تا 4 تا 5 تا مرغ توی بسته بندی مرغ کامل. خب برای مصرف ما خیلی زیاده، نگهداریش هم یه مقدار سخت هست. اینجا بسته بندی رون رو میبینین به حجم بال ها و اون سمت که منتهی میشه به بسته بندی های سینه ما. خب این قسمت هم بسته بندی های پک های گوشت پورک رو میبینیم. هر کدوم از این بسته بندی ها به ازای هر کیلوگرم 9 دلار که قسمت های مختلف دیگه، دنده و قسمت های مختلف خوکه با قیمت های مختلف به ازای هر کیلوگرم نوشته. اینجا فکر کنم این مربوط به چربی شکمه، این هم چرخ گردشه. خب اینجا هم گوشت اردک کامل رو میبینید، مثلا که گوشت گاوه اینجا گوشت اردک کامل هر کیلو 10 دلار. حتی که بهتون نشون دادم پک های مرغ پخته رو بسته بندی میکردن، اینجا مربوط به گوشت پورک یا همون خوک میشه. این قسمت که چیکنه میبینیم بسته بندی های آماده نون و برنج و خورشتی که توش تیکه های جوجه داره و اون قسمت هم که پورکه. اینا همه مربوط به همون قسمت به همون پورک میشه که اینا ساسجشه. اینا هم قسمت های مختلفه گوشت هست که مرینیت شده، حالا یا مرینیت شده یا پخته شده. و اینو که رونه مرغه، اینا هم قسمت هایی که مربوط میشه کلن به چیکن و پورک. خب اینجا پنیرهای مختلف رو داریم با قیمت های مختلف. کانادایی ها کلن عاشق پنیرن و من خونه یکی از دوستان دعوت شده بودم، انواع و اقسام پنیر رو میشد روی میزش ببینی. کلا خیلی علاقه دارم به پنیر. اینجا هم یه چیز خیلی جالب که دیدیم، بسته‌بندی انار رو میبینید. و اینجا که ما به فکر کردیم یه چیز شبیه کوجه است، ولی میبینید گولدن بری نوشته پروداکت آف کلمبیا. یه مدل بری طلاییه به ازای هر 100 گرمش 1.76. این هم ببینیم دوباره باز پک های آماده سالاد میبینیم با فلفل و فلفل دولی و کلم بروکلی و هویج و پک های بسته مندی. خب این هم دوباره همون ساسج و یه جورای چبه کالباس خودمونو این برگه زده پپرونی بسته بندی های مخصوص پیتزاست. این هم دوباره همون انواع و اقسام کالباس های مختلف که باز دوباره برای مزه اینجا استفاده میشه. میبینید با حجم خیلی بالا،
یعنی کاملا خانوادگی. و اینجا هم که کلا مربوطه به فکر کنم کره میشه اگه اشتباه نکنم، چون کیمچی و ایناست. اینجا هم دوباره گوشتای پورک رو میبینید، ساسج پورک رو میبینید در شکل ها و طعم های مختلف، دوباره باز کالباساشون رو میبینید. این برای میوه‌ها خیلی جالبه که اومدن بسته‌بندی آماده گذاشتن. اونجا دیدین بسته‌بندی انار دون شده بود، اینجا هندونه است، مثلا تیکه‌های آناناسه. خب اینجا بسیار سرده، من الان اومدم توش، یه جورایی شبیه یخچاله و این محصولاتی که نیاز به سرمایه بیشتر داره رو توش نگه می‌داره. سمبو افسون سالادا رو می‌بینید، بسیار سر. اینجا سالاد کاهو رو میبینیم، اسفناج، سبزیجات و اون که میبینیم که دارن شارژ میکنن پشت سر هم. اینجا کرفس رو میبینیم، بسته‌بندی های پتیجای کاهو رو میبینیم. اینا همه حجم های بالاست، مثلا بسته بندی کاهو رو برمیداری 8 کاهو تو یه دونه پکیج. بسته بندی های بروکلی، کلم، کلم برگ، ذرت. ببینید بسته بندی ذرت رو 8 دونه ذرت توی یه پکیج. خب یه قسمت خیلی قشنگ این فروشگاه هم هموساشه که من عاشق این قسمتم، چون بسیار فوق‌العاده است با چیپس های مختلف. و این قسمت اولش پلانت بیسته، کلن گیاهی استفاده شده مثل سیر و چیزهای دیگه. اینجا میکس خیار و شیبید و فلفله، هموس های با طعمای خیلی خوشمزه. ادامه قسمت هوموس هاست، ولی قسمت پایینش میبینی زمان سوشی میشه. خب رسیدیم به میوه ها که اینجا هندونه رو داریم، اینجا میبینیم میوه های دیگر رو. اینا هم یه سری رولای فکر کنم نیمه آماده است، ولی ویجی هست، همشون پلانت بیس فکر میکنم. نه این قسمت بیفه، اما اون قسمت اولی که گرفتم پلانت بیس بود. خب اینا هم کلان دستمال کاغذی، پکای بزرگ، مثلا پکای بیستایی اینجا رو میبینید. و شوینده های با حجم بالاست. اینا قسمت کافیه، کافیه با حجم بالا. بعد اینم تیم اردان، یه سری هم هست نسکافه و مکافی، مکافی مکدونالد. خب اینا هم اونه که میبینید توی یخچال برگرای فکر میکنم نیمه آماده است با پنیر و، یعنی کاملا آماده است فکر میکنم، فقط باید گرم بشه. اینجا هم پیتزا میبینیم، بسته بنده پیتزا، همه چیش هست، فقط یه رو تقریبا باید بذاری توی فر. اینجا هم با طعمهای مختلف با مدلهای مختلف میبینیم پیتزا رو. ببینیم اینجا هم فکر میکنم برند کاسکو همین کرتلنده که اینجا میبینی، که باز این مربوط میشه به لازانیا، این قسمت لازانیا هست. پیتزا رو رد کردیم، اینجا لازانیا هست. سیب زمینی سرخ کرده، بسته‌بندی های خیلی بزرگ. بسته‌بندی های بزرگ که میگم، یعنی مثلا سیب زمینی بسته‌بندی های 2 کیلو، 5 کیلو.